بسم الله الرحمن الرحیم پوهنتون جامی پوهنزه اقتصاد مضمون احصایه دو با ما استاد غلام حسن حیدری به سمستر چهارم پوهنزه اقتصاد مدیریت بسیار بسیار خوش آمدیم. درس ما باز هم روی تست های داریم که تست آف دیفرنس بیتوین مینز فور تو دیپندنت سمپل، یعنی چی؟ یعنی تست ما تست تفاوت بین اوسط ها برای دو حادثه وابسته چکار میکنیم؟ ما مطالعه میکنیم. خب به قسمت اول که هستم ما شما چکار میکنم فرمول های می نویسیم، نوشتیم اینکه تیم آمسل می شود اینجا می نویسیم چی نوشتیم میکنیم که دیبار ضرب جذر چی؟ ضرب جذر N تقسیم S. خب اینجا نوشتیم میکنیم که جذر N تقسیم چی؟ دیبار نوشتیم که دیبار. ببینین ما شما طوری که مثلا ملاحظه میکنیم به یک قسمت ما شما چی داریم؟ به یک قسمت ما شما داریم که دیبار داریم. دیبار یعنی اوسط دی چکار کنیم؟ بلنس آوریم. خب چه کنیم؟ به قسمت داریم که دیبار یعنی اوسط دی، یعنی فرمول اوسط نیاز داریم. بعد باز داریم که جذر N، خب N تعداد جذر میگیریم تقسیم S، S را من فرمول من با شما چکار میکنم؟ من اینو نوشته میکنم که S مساوی میشه به جذر باز بعد از اینجا داریم چی؟ داریم که مجموعه داریم. نوشته میکنیم چی؟ نوشته میکنیم که مجموعه یه مجموعه که نوشته کردیم به قسمت نوشته میکنیم که دی منفی دی بار نوشته میکنیم. برای از این نوشته میکنیم که دی منفی دی بار ایره نوشته میکنیم که کل مربع تقسیم چی؟ تقسیم این منفی چند؟ این منفی یک نوشته اینجا نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که دی بار. خب بعد از اینکه اینو نوشته کردیم یک فرمول دی بار را ما به شما نوشته میکنیم که تمام فرمول ها همینجا لیست باشه. نوشته میکنیم که دی بار مساوی میشه و باز بعد از اینجا اوسط داریم. نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که مجموعه N تقسیم چی؟ مجموعه خواه مجموعه دی تقسیم چی؟ مجموعه دی تقسیم N. خواه از این تمام فرمول ها چکار؟ تمام فرمول ها مشخص شد. ببینیم ما نیاز به 5 تا ستون داریم برای عزیز حل عزیز سوال ها. از چی تشخیص دادم؟ از روی ما فرمول ها تشخیص دادم. ببینیم یکی خواه اصلا ما دو حادثه داریم، برای هر حادثه یک ستون نیاز داریم، دو حادثه دو ستون برای از اون میشه. یک ستون برای چی؟ برای دی نیاز داریم. خواه سه ستون، یک ستون برای دی منفی دی بار، یک ستون هم دی منفی دی بار کل مربع که در به عموم و به طور در عموم چند ستون میشه؟ 5 ستون میشه. خب پس برای حل از سوال چند ستون نیاز داریم؟ 5 ستون نیاز داریم. برای از اینکه ما تعداد سطرها رو به دست بیاریم از دیتا چکار میکنیم؟ دیتا رو شما میشماریم. من مثلا به این سوال 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 تا دیتا داریم. 8 تا دیتا داشته باشیم. ببینید یکی به واسطه جمع نه یکی برای نامگذاری نه، 10 تا هم سطر نیاز داریم. پس ستونی که مثلا یا جدول که به سوال ما در نظر میگرفتیم میگیریم یعنی چند؟ یعنی 5 در 10 یعنی چند؟ یعنی 5 تا ستون داره، 10 تا هم سطر داره. مثلا خب اگه سطر رو اول نشون بدیم چی چی رو میگیم؟ میگیم که 10 در 5 مثلا. خب ببینید مثال یک دارو تجویز شده برای 8 مریض تا موثر قرار گیرد برای درمان فشار خون آنها و نتیجه به طور زل ثبت شده. نتیجه قبل از استفاده، یعنی نتیجه که هست قبل از استفاده یا بعد از یک کلیک هست بعد از استفاده یا بعد از مصرف. ما میگیم اگه داشته که مثلا این دارو اصلا موثر نبوده برای فشار خون از اینا، یعنی ما این موضوع باید با استفاده از علم احصایی یا درست ثابت کنیم یا غلط ثابت کنیم. مدارش خوب. خب به قسمت اول از این هسته، به قسمت حل از این سوال، به قسمت ابتدایی از این ما چکار میکنیم؟ ما H0 در نظر میگیریم. نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که H0 که هسته یعنی آدسته چی؟ آدسته که مثلا بگیم که اگرمی چی باشه؟ اگرمی اشتباه باشه، امی ادعایی که ما میکنیم چی باشه؟ اشتباه باشه. خب ببینین چی رقم از اینجا نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که blood pressure. بلاد پرشر بیفور درگ نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که بیفور درگ دی آر یو جی. خب میگیم که بلاد پرشر بیفور درگ یعنی چی؟ یعنی فشار خون قبل از چی؟ قبل از استفاده دارو. باز بعد میگیم که مساوی چی باشه؟ مساوی به بلاد پرشر باشه. خب از اینجا نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که آفتر درگ باشه. خب یعنی چی؟ یعنی زمانی که ما این امی اچناب که هسته ای چی؟ یعنی توهی یا مثلا چی؟ یا خالی. این زمان مثلا اشتباه ای چیه؟ ای اشتباهه. مثلا خب یعنی این زمان اشتباهه که اینا با هم دیگه چیکار بشه؟ این با هم دیگه مساوی. یعنی ما و شما عددهایی که به دست میاریم مثلا خب اگه عددهایی که به دست میاریم ما با هم مساوی بشه میگیم که این ادعا چی میشه؟ این ادعا درست میشه. چی رقم درست میشه؟ چون که
این اچنات ها، اچنات میگیم که چی؟ میگیم که منوشن همی عادثه توهی بودن یا نل یا خالی بودن منوشن. خب اگر این دو عادثه بندیگر مساوی نشه، بازی ابده های اشتباه بودن چیه؟ اشتباه بودن درست میشه. مدرد شدن. خب به حل سوال میپردازیم. بعد از که شما سوال حل رو ببینین، انشالله باز بعد از میشه که مثلا بیتر قضاوت کنه خود شما. یک عاده ابده ها دیگه هم داریم، نشته میگیم که چی؟ نشته میگیم که اچ ای خونستن. خب اچ ای که هسته چی رقم؟ خب اچ ام که هسته مثل هزمین هسته، منطور یگانه کاری که ما شما میکنیم برای شما. خب یگانه کاری که ما شما میکنیم باشه که من اول اینجا ای نوشته کنم. نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که اچ ای. خب وقتی که اچ ای نوشته کنیم، به قسمت بعدی ما شما چی موجود در نظر میگیره؟ خب به قسمت بعدی میگیم که اگه اینا با هم دیگر مساوی نباشه، اینا اگه با هم دیگر مساوی نباشه، برای شما اچ میگیم، اچ ای میگیم برای ازی. خب بر صورت برای زمین یعنی به حل سوال خواهی کردازیم. حل سوال ما که مثلا پرداختیم، باز انشالله دیگه که شما هم بیشتر و بیشتر و بیشتر متوجه به سوال و حل سوال بشیم. مراجع نه. خب این فرضیه های بده که ما شما چکار کنیم در نظر گرفتیم. وقتی که فرضیه ها ما شما در نظر گرفتیم، میایم چکار میکنیم؟ فرمولا رو خوب بالا نوشته کردیم، فرمولا رو خوب بالا نوشته کردیم، کلا میایم یک جدول چکار میکنیم؟ یک جدول در نظر میگیریم. جدول که ما شما در نظر گرفتیم برای چی؟ برای جدول که ما و شما در نظر گرفتیم، از اینجا چکار میکنیم؟ از اینجا نوشته میکنیم، برای اول نوشته میکنیم که حل لازم، برای حل لازم. خب ما و شما چکار میکنیم؟ جدول در نظر میگیریم. جدول که ما و شما در نظر بگیریم، ما از رو فرمولا تشخیص دادیم که 5 تا کالم داشته باشه، 10 تا هم رو داشته باشه. هیچ کار میکنیم، جدول در نظر میگیریم. جدول که در نظر گرفتیم، اکران جدول آرایش و پیرایش میکنیم، میایم به قسمت چیز. خب این هم دیتا را میگیم مرکزی باشه، دیتا ها هم میگه بیچ کار میکنیم، وارد میکنیم. مرز میگه خب دیتا ها که وارد کنیم، مرز میگه از این نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که بیفور چی؟ بیفور درگ، یعنی قبل از چی؟ قبل از همین درگ یا چی میگیم؟ میگیم که دارو. خب همین دیتا ها هم میگه از اینجا چی کار میکنیم؟ میرسیم 112 113 113 118 119 هم میگه اینجا چی کار میکنیم؟ میرسیم نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که 112. خب 112 باز بعد از اون نوشته میکنیم که 113، باز بعد از اون نوشته میکنیم که 118، یکی بعدی نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که 120، یکی بعدی نوشته میکنیم که 119، یکی بعدی نوشته میکنیم که 113، و بالاخره دیتا های بعدی یکی 110، یکی هم 122 نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که 110، 100 چند؟ 122. هیچ کار کنیم ایر ما برنش به آوردن باز باز نوشته میکنیم که آفتر درگ، یعنی بعد از چی؟ بعد از دارو. بعد از دارو که هسته نوشته میکنیم که چند؟ سه میکنیم 116، 120، 117 نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که 116، 116 باز بعد از نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که 120، باز بعد از 117، باز بعد از 125، باز بعد از 126. خب یکی رقم شد دکی بعدی 111، 111، 117 نوشته میکنیم که 111، 111، 100 چند؟ 117. اینا رو برنس آوردن. به قسمت بعدی چی محاسبه میکنیم؟ دی محاسبه میکنیم. دی که محاسبه کنیم، نوشته میکنیم که دی. برای محاسبه دی اینا نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم مثلا 116 منفی 100 چند؟ 112. میگیم که مثلا این شبه از 116 که 112 کم باشه حاصل چند باقی میمونه؟ 4. خب باز باز نوشته میکنیم که 120 منفی 100 چند؟ 113. میگیم که مثلا این شبه چند؟ مثلا این شبه 7. باز باز نوشته میکنیم که 117 منفی 118 مثلا این شبه منفی 7. و قسمت بعدی نوشته میکنیم که 125 منفی 120 مثلا این شبه 5. نوشته میکنیم که 126 منفی 119 مثلا میشه به چند؟ مثلا میشه به 7. باز که بعدی 111 منفی 113 مثلا میشه به منفی 2. یکی بعدی نوشته میکنیم که 111 منفی 110 منفی، یا نوشته میکنیم که 110 مثلا میشه به 1. یکی بعدی نوشته میکنیم که 117 منفی 122 مثلا میشه به چند؟ مثلا میشه به منفی 5. خب این دیتا رو ما میگیم شما چیکار کنیم؟ بنوشتیم. وقتی که نوشتیم به قسمت بعدی ما چی نیاز دارم؟ من نیاز دارم که سمشن دیر به دست بیارم. سمشن دیر برای از اینکه ما چی به دست بیارم، ما اوسط محاسبه کنم. نوشتیم میگم که سمشن دیر یا مجموعه دیر.
ببین داریم که 4 و 7 چند 11 11 که یک بار 10 10 و 5 چند 15 15 میان 16 اما امی اف بنی منفی 2 و بنی مثبت منفی 5 کار میشه خلاص میشه یعنی کلا هم دیتا که ما شما به دست آوردیم حاصل از اون میگیم که مساوی به چند میشه مساوی میشه به 16 خیلی که مساوی به 16 شد به قسمت بعدی می جدول کمی ایشونتر میاره وقتی که یه طرف تر آوردم من چیکار میکنم من میارم چیزا محاسبه میکنم درسته خب او ساعت محاسبه میکنم او ساعت که ما محاسبه کنم نوشته میکنم که چی نوشته میکنم که بی بار یا او ساعت بی مساوی میشه فرمول بزو بالا کلا چیکار نوشتی مجموعه دیر می قیمت چند بار سوالم 16 میرشون 16 تقسیم 8 تا دیتا داریم که مساوی به چند میشه مساوی به 2 میشه از اینجا اینم دیوار چیکار کنیم دیوار به دست آوردم که دیوار حاصل مساوی به چند شد مساوی به 2 شد خب دیوار که حاصل مساوی به 2 بشه کار نیک و خوبه دیگه نه مدارش نه خب بعد از اون به قسمت بعدی ما شما چیکار میکنیم محاسبات کار انجام میدیم از اینجا نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم نوشته میکنیم که دی منفی دیوار دی منفی دیوار باز بعد از اون اینکه نوشتیم میگیم که دی منفی دیوار خب ببینید از این دیوار ما چند درس آوردیم دو درس آوردیم یعنی قیمت اصل دو اینجا من از اینا هم میگم کم میکنم نوشته میکنم که چی نوشته میگم 4 منفی 2 مساوی میشه به چی مساوی میشه به 2 قسمت بعدی نوشته میکنیم که 7 منفی 2 مساوی میشه به چند مساوی میشه با 5 و بعد دو نوشته میگم منفی 1 منفی 2 مساوی میشه به منفی 3 خب به قسمت بعدی نوشته میکنیم که 5 منفی 2 مساوی میشه به چند مساوی میشه به 3 به قسمت بعدی نوشته میکنیم که 7 منفی 2 مساوی میشه به چند مساوی میشه به 5 به قسمت بعدی نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که منفی 2 منفی 2 مساوی میشه به چند مساوی میشه به منفی 4 خب به قسمت آخری نوشته میکنیم که 1 منفی 2 مساوی میشه به منفی 1 و بالاخره نوشته میکنیم که منفی 5 منفی 2 مساوی میشه به منفی 7 اینو محاسبه شد مجموعی از این نیاز نداره وقتی نیاز نداشته باشه محاسبه نمیکنم نوشته میکنم که چی نوشته میگه دی منفی دیوار کل مربع نوشته میکنم که دیوار کل به توان چی کل به توان دو وقتی که چنین کار شد ایران نوشته میگه دی منفی دیوار کل مربع همین رو مربع میگیم دیر که مربع کنیم چند میشه 4 میشه 5 که مربع کنیم میشه به 25 باز بعد از 3 که مربع کنیم چند میشه 9 میشه باز دوباره 3 که مربع کنیم چند شد 9 شد باز 5 که مربع کردیم 25 شد 4 که مربع کردیم چند شد 16 شد 1 که مربع کردیم 1 باز 7 که مربع کردیم چند شد 49 شد مجموعی از این نیاز داره نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که مجموعه اول مجموعه انتخاب میکنیم نوشته میکنیم که مجموعه مگر اچ که هست مثلا این شده اینجا نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که مجموعه دی منفی دی بار باری هم برای چیکار میکنیم باری هم برای انتخاب میکنیم مجبور به کل مربع هم چیکار میکنه کل مربع هم انتخاب میکنه نشون میده مجموعه دی منفی دیوار و کل مربع خب سعی میکنیم که این مساوی به چند میشه مجموعه دی منفی دیوار و کل مربع میگیم که مساوی میشه به ایر که محاسبه کنیم اینا رو با هم دیگه هم یه دیگه چیکار میکنیم جمع میکنیم جمع کنیم کردیم و بعد سعی میکنیم که چند میشه دیگه شما توسط ماشین حساب خود میتونید اینا چیکار کنیم جمع کنیم خب داریم که 4 جمعی خیلی خوب معلوم نمیشه نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که 4 جمع 25 ایره می نویسیم جمع باز برای یکی دیگه هم 9 چند میشه 18 میشه باز باز نوشته میکنیم جمع باز باز دوباره 25 باز دوباره 16 باز یکی دیگه هم 1 و 49 چند میشه 50 میشه دیگه نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که 50 ببینیم که اینه چند باشه اینا میشه 138 من اینجا با نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنیم که این مثلا میشه به 138 خب خوبه دیگه این 138 چیکار کرده 138 برنس اومد یعنی که 138 برنس اومده باشه میایم به قسمت بعدی به قسمت بعدی که هست ما فرمول هایی داریم نه فرمول ما چی بود تی بود دیگه نه میگم که تی مثلا میشه اینجا گفت فرمول هست من گفتم تی مثلا میشه دیوار جذره این بر اس اما ما تیر فعلا محاسبه کرده نمیتونیم بعد اول اس محاسبه کنیم اول اس محاسبه کنیم بعد از اس محاسبه کنیم قیمت رو اینجا وضع کنیم پس ما نتیجه میگیرم که اول ما باید چی محاسبه کنم اول باید که اس محاسبه کنم خب اس که محاسبه کنم اس میگم که مساوی میشه به مقدار از کیمیا تا که دارم میگم انتخاب میکنم بشکم از اینجا ببینیم داریم که مجموعه داریم مجموعه دی منفی دیوار کل مربع که حاصل چند شد حاصل شده 138 مرا چند خب تقسیم چه تقسیم n منفی 1 n مساوی چند است 8 منفی 1 که در نتیجه مساوی به چند میشه مساوی به 7 میشه میگم که این مساوی میشه به میگم که این مساوی میشه به برازو نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که ها خب
نوشته میکنیم که 138 بر 7 دیگه. هیچ کار میکنیم قیمت محاسبه میکنیم. این قیمت که محاسبه کردیم هر چی که شد او چیکار میکنیم میگذاریم. شما با استفاده از ماشین مسابقه چیکار میکنیم استفاده کنیم دیگه. خب به شکل داریم چند داریم که 138 بر 7 داریم دیگه. ما داریم خب سعی میکنیم هر چی که شد چند میشه 4.44. خب هیچ کاری نمی‌کنم این می نویسیم همین جا نوشته میدم که 4.44208. خب هیچ کاری که قیمت اس به دست اومد قیمت اس که به دست اومد ما به قسمت بعدی چیکار میکنم این میذارم داخل قیمت چی قیمت تی یعنی تیر محاسبه میکنم میگم که تی مو مساوی میشه به ما رسیدن خب تی میگم که مساوی میشه به بعد از این قسمت ما شما داریم دیوار یا اوسط دی اوسط دی قیمت چند بوده 2 بوده ضرب جذر چند جذر این نوشته میکنیم که جذر این قیمت رو از چند 8 یعنی تقسیم یعنی این قیمت رو که ما شما داریم بگن این قیمت چند قیمت از هر چی که شد بگن یعنی در تقسیم از این قیمت رو هست این امیر چیکار میکنیم امیر ساده سازی میکنیم ساده سازی که بکنیم بعد از قیمت سعی میکنیم چند میشه اما مثلا خب به هر شکل از اینجا آن که ما شما میتونیم چند تا قیمت جواب از این از اینجا چیکار کنیم در نظر بگیریم نشته کنیم که یه عدد لازم از این خب به قسمت بعدی چیکار میکنیم نوشته میکنیم که ساده سازی میکنیم مثلا خب یک ساده سازی شما از ماشین حساب خود میتونید که استفاده کنید ما باید چی به دست بیارم ما باید که 2.8 تقسیم چی تقسیم 4 نوشته میکنیم که 2 ضرب مثلا نوشته که 2 ضرب دو ضرب جذر چند جذر 8 باز برای بر خب 4.4 هم عدد چیکار میکنم محاسبه میکنم هر چی که شد مثلا 1.4 چند میشه 1.4 2 7 4 مثلا خب من اینو مینویسم میگم که حاصل از این مساوی شده به چند حاصل از این مساوی شده به 1.4 2 7 4 0 اینم نوشته میکنم که چند نوشته اما این بسته مثلا اگه شده 2 7 4 بسته خب این که محاسبه کردیم این کانسل چیه مثلا این نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که calculated value مثلا خب نوشته میکنیم که calculated value مثلا خب یعنی چی یعنی قیمتی که ما و شما این محاسبه کردیم قیمتی که ما و شما از رو محاسبه چیکار کردیم از رو محاسبه بلنس آوردیم مثلا همین تی اگه شده 2.7.4 شده مرازم خب بر از اوکی مثلا این اندازه قیمت ازی شده بوده مرازم خب ما شما به قسمت بعدی چیکار میکنیم به قسمت بعدی مرازم خب میگیم که تی ما مثلا میشه از رو جدول هم همین قیمت چیکار میکنیم به دست میاریم از رو جدول هم که بلنس آوردیم سعی میکنیم که از رو جدول چگونه میشه اما قبل از اینکه بلنس بیاریم ما شما با چی بلنس بیاریم سکمار یا دگری آف فریدم مرازم خب سکمار میگیم که مثلا میشه این منفی چند این منفی هم. این مو قیمت چند این مو قیمت از 8 منفی هم که در نتیجه مساوی به چند میشه مساوی به 7 میشه این که مساوی به 7 شد قیمت چه دارم ما برای 5% یا 0.05 چیکار میکنیم محاسبه میکنیم میایم جدول رو در نظر میگیریم جدول رو که در نظر بگیریم نوشته میگیریم که این جدول ما چه جدول برای تی ای ما آخر موبایل خاص گرفتیم از داخل کتاب ارسایی شما میتونه که با موبایل خاص بگیریم این جدول رو داشته باشیم مثلا خب این قیمت واسه چند این قیمت واسه 7 باز در برابر 0.05 میتونی این قیمت چند درست اومده قیمت درست اومده 2.4 چند 2.4447 درست اومده خب میایم به اینجی نوشته میکنیم چی نوشته میکنیم که از اینجی میگیم که تیم ما مساوی میشه 2.447 درست اومده خب برای تنسی نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که این هست tabulated value مرادشن خب tabulated value یعنی قیمتی که ما و شما از این تیبل یا جدول چیکار کردیم به دست آوردیم مرادشن خب بعد از این زمان مرادشن درست میشه که همین tabulated value مرادشن با چیز با calculated value باید مهم مسایی باشه یعنی باید تی مسایی به چی باشه تی مسایی به تی باشه ببینید بیوست تی اول بیوست تی اول داریم که 1.2 باز بعد از 7 4 داریم مرادشن باز باز میگیم که مثلا میشه برای باز تی دیگه چند داریم 2.447 داریم میبینیم که این جدول ها با هم دیگر مساوی نیه اینا با هم دیگر چیه خلافه اینا با هم دیگر خلاف باشه نتیجه خود اعلام میکنیم اولی علامه خلاف رو میگذاریم مرادشن خب نتیجه ما ایه میگیم که همین دارو که هسته با واقعیت برو از این پشنتا یا مریضا که هسته اثری نداشته به دلیل لحظه که دو رابطه با هم دیگر چی بوده دو رابطه با هم دیگر خلاف هم دیگر مرادشن اگه این دو رابطه با هم دیگر مساوی می بود طبق از این فرضیه که ما شما چیکار کردیم اینجا در نظر گرفتیم مثلا خب
اگه نه باندگان مساوی می بود می گفتن که بله من چن ها می گفتن که بله این دارو تاثیر داره حالا تو میگیم که خلاف هم دیگر شده میگیم که دارو باندگان بری از مریضا کنسه تاثیر نداشته. تشکر از توجهتون.